سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی رو به راهه؟ حتما که خوبی. بچه خوب من، سه قسمت قبل دهم حتما نگاه کردین و مطمئنم نگاه کردین، چون بازخوردی که داشت خیلی خوب بود. بچه ها میگفتن که آقا فیزیک برای ما اصلا رنگ دیگه پیدا کرده و خیلی خوب فهمیدیم. پیام بچه داشت داده بودن که آقا ما تازه فهمیدیم فیزیک چی هست. خب بچه نگاه کنید، فصل چهارممونم با هم میخونیم. دما و گرما برات راحتش میکنم. یکی از اون فصلهای مهم ما هستش که توی کنکور سه تا تست ازش داری. از همین الان باید خوب بخونی واسه امتحان پایان ترمت هم که مهمه، واسه کنکورم که یکی از مهمترین فصلهای شما توی فصل دهمه که سه تا تست ازش تو کنکور داری. برای بچه تجربی، برای بچه ریاضی قانون گاس هم اضافه میشه، احتمالا چهار تا تست ازش بیاد. آقا دما چیه؟ آقا ما دما رو وقتی اندازه گیری میکنیم توی خونه، میزان سردی و گرمیش رو مشخص میکنیم. این دمای ماکروسکوپیک بهش میگن. با وسایل آزمایشگاهی اندازه گیری میشه. مثلا میگی 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه. 20 درجه از 10 درجه گرمتر، از 30 درجه سردتره. مقیاس مقایسه ایه. ولی بچه این تعریف اصلی دما نیست. تعریف اصلی دما تعریف میکروسکوپیکشه. تعریف میکروسکوپیکش چی میگه؟ میگه دما انرژی ذرات تشکیل دهنده ماده است. بچه شما به هر صورتی انرژی جنبشی ذرات رو تغییر بدید، دما رو تغییر دادی. شما جسم مستمر رو شعله میذاری، گرما میگیره، جنبش ذرات زیاد میشه، دما زیاد میشه. شما یه میخو بذار رو زمین با چکش محکم بزن، سچاد و پشت سرم محکم بزن، این میخ داغ میشه. یه سیما دستت بگیر، هی خم راست کن. بچه اون نقطه تا شما داری خم و راست میکنی، دستو میسوزونه. یعنی انقدر دما میره بالا که دستت میسوزه. یا جریان الکتریکی از داخل سیم رد میشه، الکترون ها که از داخل سیم رد میشن با اتم های فلزی برخورد میکنن، دمای جسم میره بالا. پس ما به هر طریقی انرژی جنبشی ذرات جسم رو بریم بالا، دمای جسم رو بردیم بالا و بالعکس. پس دما انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده جسم. ولی ما اینجا بهش بچه چی گفتیم؟ که میزان سردی و گرمی رو مشخص میکنه. تعریف ماکروسکوپیکش تو این کتاب بیشتر مد نظر تو قسمت قبلی، تو قسمت بعدی ببخشید. راجع به این جنبشی هم صحبت میشه. بچه ریاضی تو ترمودینامیک با این بیشتر کار دارن. بچه تجربی فصل 5 ندارن. بچه ریاضی بیشتر با این تعریفش تو فصل بعد کار دارن. ما با این فصلش اینجا کار داریم. دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی جسم رو مشخص میکنه. آقا شما وقتی که جسم رو گرم میکنید، دماش میره بالا، انرژی درونیش افزایش پیدا میکنه. یه جسمی که سردتره، جنبش ذراتش کمتره. وقتی ما اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، اون جسمی که دماش بیشتره مقداری از انرژی درونی خودش رو به این جسم میده. انرژی درونی این کاهش پیدا میکنه، دماش میاد پایین، انرژی درونی این زیاد میشه، دماش میره بالا، تا وقتی که با هم همدما بشن. پس عامل انتقال انرژی گرمایی بین دو تا جسم اختلاف دماست. تا وقتی که اختلاف دما داشته باشی چی داری؟ انتقال گرما داری. انرژی درونی نه ها، بچه انرژی درونی مجموع کل ذرات جسمه. مثلا شما یه لیوان آب و با یه پارچ آب در نظر بگیر، اینا همدما هستن. از پارچ تو لیوان آب ریختی، ولی آب داخل پارچ بیشتره، تعداد ذراتش بیشتره. پس مجموع انرژی ذراتش که میشه انرژی درونی بیشتره. ولی وقتی اینو کنار هم دیگه قرار میدی، به هم گرما منتقل نمیکنن. پس حواست باشه، اینو به صورت جاخالی سعی غلط میتونه ازت سوال بپرسه. عامل انتقال گرما فقط اختلاف دماست، نه انرژی درونی. ما میخوایم بچه دما رو اندازه گیری کنیم. برای اندازه گیری دما از دماسنج استفاده میکنن. دماسنج بچه چجوری کار میکنه؟ وقتی دما تغییر میکنه، یه تغییری در دماسنج به وجود میاد، یه تغییر فیزیکی که بر اساس این تغییر فیزیکی ما میدونیم دما تغییر کرده و اندازه‌گیری میکنیم. این تغییر میتونه تغییر حجم مایع باشه، تغییر طول باشه، تغییر مقاومت الکتریکی باشه، تولید نور باشه، تغییر رنگ باشه و مثال های دیگه.
شما میتونید بر اساس این تغییرات یه دماسنج بسازید. اونی که تو کتاب شما بیشتر صحبت کرده تغییر حجم مایع است، دماسنج جیوه‌ای و الکلی و ترموکوب تولید جریان یا اختلاف پتانسیله. حالا تو سه تا مثال تفسنج نوری نام گفته که دماسنج‌های معیار تو هستن که دما رو خیلی خیلی دقیق اندازه‌گیری میکنه. اینا رو برات نوشتم اینجا. درست شد. شما بچه درجه بندی سلسیوس، درجه ذوب یخ. حالا ما میگیم اینجا چیکار کنیم؟ در سه چهار تا درجه بندی داریم. اینا رو برات مشخص کنم اول. مثلا یکی از درجه بندی که کتابت صحبت کرده سلسیوس، یکی فارنهایت، یکی هم که کلوینه. بچه ما وقتی میخوام یه درجه بندی داشته باشیم، بچه اینا رو تو طرح بعدی که واسه کنکورت آماده کردیم کامل کامل توضیح دادم. اینجا چون برای امتحان پایان ترمته و جمع و جور و خلاصه میخوایم همه مطالب رو بهت بگیم، دیگه با طریقه ساخت دماسنج اینا کاری نداریم. اونی که تو امتحان ازت میپرسن رو میخوام فقط بهت بگم. دماسنج ها وقتی ساخته میشه یه اشاره بهت برات بزنن. هر دماسنج یه نقطه ثابت پایینی داره، یه نقطه ثابت بالایی داره. تو سلسیوس نقطه ثابت پایینی ذوب یخه که با صفر نشون داده میشه. نقطه ثابت بالایش جوش آبه که با صد نشون داده میشه. توی فارنهایت بچه ها نقطه ذوب یخو با 32 نشون میدن، جوش آب با 212 نشون میدن. چرا؟ آقا چرا نداره؟ چرا نداره؟ آقا اینا قرار داده. ما میگیم کتاب، اونا میگن بوک. قرار داده. ما چشمون رو باز کردیم به این گفتن قلم. قلم. آقا اگر به این میگفتن موشک، الان تو هم میگفتیم موشک. الان بهش میگم موشک، تو یه کمی تعجب میکنه. چرا؟ چون عادت کردی به این میگی قلم. گرفته چی میگم؟ شما هم عادت کردید دمای ذوب یخ صفره. وقتی 32 میشه نمیگیم مگه میشه؟ بچه اینا نامه، اینا اسمه، اینا صرفا یه عددن، جای تعجب نداره. ما گفتیم این عددا نسبی هن. اون تعریف اصلی دام جنبش ذراته. آقای آب صفر درجه یه جنبش ثابتی واسه خودش داره، اون برای من مهمه تو درجه بندی. گرفتی چی شد؟ پس زیاد خودتو درگیر اینا نکن. سه چهار تا مثال زدم که متوجه بشی. آقا بوک کتاب، آقا ماهیتش عوض شده؟ نه، همونه. خب بچه ها، پس فرق سلسیوس و فارنهایت رو متوجه شدی. سلسیوس ذوب یخ تا جوش آب رو به 100 درجه تقسیم کرده، فارنهایت ذوب یخ تا جوش آب به 180 قسمت تقسیم کرده. 32 تا 212 میشه 180 قسمت. فرقش اینه بچه ها، نگاه کنید. توی سلسیوس 0 تا 100 داری، تو فارنهایت 32 تا 212 داری. این 100 قسمته، این 180 قسمته. میخوام اینو درکش کنی. چرا؟ آقا ما وقتی اینجا 100 درجه رفتیم بالا، اینجا 180 درجه رفتیم بالا. اینجا اگه 10 درجه مثلا میرم بالا، اینجا چقدر رفتم بالا؟ 18 درجه. اینجا اگه 5 درجه میرم بالا، اینجا چقدر رفتم بالا؟ 9 درجه. میتونه خیلی راحت اصلا بدون اینکه رابطه بنویسی. حالا اینا رو تو تستایی که میزنیم به اندازه کافی واسه توضیح دادم که همینجور ذهنی به جواب برسی. ولی چون شما امتحان تشریحی میخوای بدی و هدف این فیلم تشریحیه، تو این فیلم بیشتر رابطه تاکید دارم. ولی ما برای کنکورمون اصلا رابطه نمی نویسیم. من نوعی میگم آقا 20 درجه سلسیوس 36 تا، به همین راحتی. هر 10 درجه 18 تا، 20 تا 36 تا، با تناسبی که به بچه ها گفتم راحت دما رو پیدا میکنم. این وقتی 20 درجه میره بالا، اینجا 36 درجه میره بالا، از کجا 32 میشه 68. یا اینکه بچه بیایی چیکار کنی؟ این گفته کتابت باید رابطه واسش بنویسی. فارنهایت مساوی با 9 پنجم تتا به اضافه 32. اینم از کجا اومده؟ اثباتش به این صورته: دلتا اف به روی دلتا تتا برابر با 180 به روی 100 میشه 18 به روی 100 میشه 9 به 5. تغییر دمای فارنهایت به سلسیوس 9 به 5. یعنی هر 5 درجه که اینجا تغییر میکنه، اینجا 9 درجه تغییر میکنه. هر 1 درجه که اینجا تغییر میکنه، اینجا 1 و 8 دهم تغییر میکنه.
1.8. یعنی چی؟ یعنی درجه فارنهایت مساوی با 1.8 درجه سلسیوس. بچه اینا رو انقدر تو طرح بعدی که واسه کنکورت داریم آماده میکنیم توضیح دادم که شما وقتی نگاه کنی هر سوال جدات بذارن ذهنی هم میکنی. فعلا رابطه، چون امتحان تشریح شما فقط جواب بنویسی معلمت بهت نمره نمیده. پس این رابطه رو دیگه باید دیگه بلد باشی. اینم فقط نوشتم که بدونی از کجا اومده. هر فارنهایت 9/5 سلسیوسه. سلسیوس از 0 شروع میشه، فارنهایت از 32 شروع میشه. فارنهایت 32 تا بیشتره دیگه. تمام شده. خیلی راحت میتونی جواب بدی. مثلا بچه همون مثالی که بهت زدم 20 درجه سلسیوس، من ذهنی حل کردم 68. حالا تو رابطه قرار میدم تتای اف مساوی با 9/5 ضرب در 20 به اضافه 32. 20 با 5 ساده میشه 4، 4 ضرب در 9 همون 36 که بهت گفتم به اضافه 32 میشه 68. گفتم 10 درجه 18 درجه 20 درجه 36 درجه رفته بالا. از کجا؟ از 32. 32 به اضافه 36 میشه 68. من دست به قلم نمیشم واسه اینا تو کنکور. حالا فعلا برای امتحانت داشته باش که اینا که واسه مشخص کردم اینم رابطه بین سلسیوس و فارنهایت که هر درجه سلسیوس 5/9 فارنهایت، من اونجا نوشتم فارنهایت 9/5 سلسیوسه، فرقی نمیکنه. هر یه درجه سلسیوس 9/5 چیه؟ فارنهایت. اوکی شد بچه ها؟ خب این بچه اینجا اشتباه طرف شده. 9/5 این 5/9. هر درجه سلسیوس 5/9 فارنهایت. هر درجه فارنهایت بچه چقدره؟ 9/5 سلسیوس چقدره؟ 1.8. این تایپ اشتباه شد. گرفته چی شد؟ خب حالا در حالت کلی اگر بین دو تا درجه بندی خواستی رابطه برقرار کنی، مثلا توی امتحان بهت داده که آقا دیگه دماسنجی ذوب یخ رو با 20 نشون میده، جوش آب رو با 80 نشون میده، خب 20 درجه سلسیوس چقدر نشون میده؟ بچه مثلا اینو فرض کن مثلا سلسیوس این همون دماسنج مچولت، اینجا 0 و چیه؟ 100. اونجا چی بهت گفته؟ 20 و 80. تو میخوای ببینی که مثلا 20 درجه سلسیوس چقدر نشون میده. من نوعی بازم بچه اینو ذهنی هم میکنم، میگم 10 تا 100 درجه میشه 60 درجه. پس هر 10 درجه 6 درجه میره بالا، 20 درجه رفته بالا، 12 تا میره بالا میشه چقدر؟ 32. ببین چقدر کار راحته. تو اگه با ما باشی و این تناسبا و این نسبت ها رو بلد باشی نیازی نیست اینو بنویسی. ولی نه، اگه میخوای اینو بنویسی باید بنویسی بچه ها 20 منهای 0 تقسیم بر 100 منهای 0 که میشه 100 میشه، اینو که ندارم میخوام به دست بیارم، ایکس پریم منهای 20 تقسیم بر 80 منهای 20. شما اینو طرف این وسط اینگو با همون 32 که من گفتم میرسی. خب بچه ها فیزیک سخت نیست، فیزیکو باید بفهمی بدونی چیکار میخوای بکنی. آقا توی کتاب ها واز میکنی این رابطه رو بهت گفته با این رابطه هر دماسنجی جلوت میاد، هم گفت بله منم میدونم ولی وقت ندارم عدد گذاری کنم، اینو هی طرف این وسط این کنم. میگم 100 تا برم بالا، 60 تا رفتم بالا. نگاه کن چقدر راحته. برای کنکورت ما یه کاری میکنیم که همینجور ذهنی هر کنی. میگم 100 تا برم بالا، 60 تا رفتم بالا، یه صفر بزن. 10 تا برم بالا، چند تا رفتم بالا؟ 6 تا رفتم بالا. 20 تا برم بالا، چند تا رفتم بالا؟ 12 تا. به همین راحتی فول. حالا بیخیال شو، تو قسمت های بعدی اگر با ما بودی واسه طرح کنکورت ببین چه کار خواهیم کرد. خب درجه بندی کلوین چیه بچه ها؟ درجه بندی کلوین ما درجه کلوین با سلسیوس برابره. هر یه درجه، بچه معمولا دیگه کلوینو با درجه نمیگن چون یه درجه جدیدی نیست. شما میگی درجه فارنهایت، درجه سلسیوس، کلوین. چرا؟ چون درجه بندی جدیدی نیست. سلسیوس همون کلوینه، یکی یه سلسیوس همون یه کلوینه. فقط چرا فرق میکنه؟ بچه توی سلسیوس شما زیر صفر رو با منفی نشون میدی، توی کلوین زیر صفر دیگه منفی نیست. این اومده صفرشو کجا گذاشته؟ صفرشو تو صفر مطلق گذاشته.
صفر مطلق بچه چقدره؟ منفی 273 و 15. یعنی پایین تر از این دیگه دما نداریم. واسه همین بچه تو کلوی ما دمای منفی نداریم. بعد از اینجا یکی یکی میری بالا. پس بچه یادت باشه درجه سیلسیوس و کلوین فاصله درجاتش با هم برابره. هر یه درجه یک کلوین که اینجا تغییر میکنه یه سلسیوس اینجا تغییر میکنه. فقط کلوین از سلسیوس 273 و ممیز 15 تا که معمولا اینو دیگه نمی نویسن بیشتره. هر دمایی رو خواستی از سلسیوس به کلوین تبدیل کنی به اضافه 273 اش کن. دماسنجای معیار. بچه دماسنجای معیار دماسنجایی هستن که دقیقاً ما دماسنجامون نسبت به اون مشخص میکنیم. بچه مثلا معیار ساعت الان برای ما شده ساعت موبایل. باز میکنم چون بچه دقیق همه گوشی این همه امکان نداره یکی. ولی ساعت ها ممکنه 10 ثانیه 20 ثانیه یه دقیقه دو دقیقه عقب جلو بیفته. ولی اونا نه همه شونه این همه. ما وقتی بچه بودیم گوشی نه موبایل نبود ساعت خونه عقب جلو میفته. من یادم از این ساعت پاندولیا داشتیم. باتش کمی ضعیف میشد یا یک کمی ساعت کج میشد بچه این باید عقب جلو صاف میرفت. یک کمی کج میشد مثلا این ور بیشتر میرفت این ور کمتر میرفت عقب میموند. کج میکرد این ور بیشتر میومد ساعت جلو میافتاد. خب ما میمدیم چرا شب ساعت مثلا 9:10 که اخبار میگفتن ساعت 9 که ما دیلین زنگ میزد و اخبار 9 شروع میکرد ساعت رو تنظیم میکرد. یا نه خیلی کار واجب بود زنگ میزدیم تلفن ساعت گو یا ساعت رو میپرسید. ولی الان دیگه اینجوری نیست. گوشی من ساعتش برای من شده ساعت معیار. من ساعت خودم با اون تنظیم میکنم ببینم درسته یا نه. این دماسنجای معیار هم بچه همینه. دماسنجایی هستن که خیلی خیلی دقیقه. اوکی شد. سه تا دماسنج دارید. دماسنج گازی، مقاومت پلاتینی و تفسنج. پس قانون گازساز که تو فصل بعد واسه بچه ریاضی میگیم برای بچه تجربی کاملا هست شده اینجا. این پیرومتر هم که تفسنج هم که بچه واسه نوری که تولید میشه. یه دماسنج دیگه داریم بچه به نام ترموکوپل که بر اساس چی کار میکنه؟ بر اساس تغییر جریان یا ایجاد جریان یا همون اختلاف پتانسیل ایجاد میشه. دو تا فلز غیر همجنس مثل فنس مس و کنستانتان رو به هم دیگه میبندیم. یه طرفش بچه‌ها توی دمای ثابت مثل آب و یخ. شما توی آزمایشگاه دمای ثابتت آب و یخه، چون گرما بهش بدی یخ ذوب میشه. تو 0 درجه ازش گرما بگیری آب یخ میزنه تو 0 درجه، دماش تغییری نمیکنه. هر چقدر گرما بدی بگیری همینجور 0 میمونه. یه طرفش باید تو دمای ثابت باشه، طرف دیگهش تو نقطه که میخوای دماشو مشخص کنی. بخواد بین اینا یه اختلاف پتانسیلی به وجود میاد که با توجه به میزان اختلاف پتانسیل میتونیم ما دما رو اندازه گیری کنیم. دقتش از دماسنجای معیار کمتره، گستره دماش خیلی بیشتره. بچه خیلی بیشتر نسبت به چی؟ دماسنجای جیوه و الکلی. دماسنجای جیوه الکلی توش یه شیشه است، یه مخزنه، یه شیشه وز شده توش مایع ریختی. این مایع ببخشید اینجا دیگه توپقان به زمغت نمیشه باید بگم. خب این مایع رو وقتی گرمش میکنی حجمش زیاد میشه میره بالا، سرد میکنی حجمش کم میشه میاد پایین. با توجه به ارتفاع ستون مایع ما میتونیم دما رو اندازه گیری کنیم. ولی بچه چه ایرادی داره؟ یک، گستره دماش خیلی پایینه. این مایع داخل دماسنج نقطه ذوب و جوش داره دیگه. ما بین ذوب و جوش میتونیم دما رو اندازه گیری کنیم. بیشتر از جوش باشه مایع داخل دماسنج بخار میشه، شیشهش میترکه. کمتر از ذوبش باشه یخ میزنه دیگه دما رو نشون نمیده. بعدیش آقا طول میکشه. مثلا رفتی دکتر این دماسنج جیوه میذاره زیر زبونت یا میذاره بچه‌ها که میرن زیر بغلشون میذاره، یه دقیقه دو دقیقه باید وایسته تا به این بیاد حرکت کنه تا ثابت وایسته. هر جا ثابت وایستاد میگی که دما رو مشخص میکنی. ولی اینجا نه، اینجا سریعا دما رو مشخص میکنه. اوکی شد. اینا هم که واسط گفتم. دماسنجای بیشینه و کمینه. بچه دماسنجای بیشینه و کمینه رو نگاه کنی. یه حجم مخزن گاز داری
که وقتی هوا گرم میشه فشار این مخزن زیاد میشه، اینو میاره پایین، میشه 20 30 40 50. وقتی هوا سرد میشه مخزن گاز کم میشه، این میره بالا. بچه نگاه کن، این دو طرف دما درجه عکس همه، این طرف وقتی میاد پایین دما زیادش، اون طرف وقتی میره بالا میره 20 30 40. اینجوریه دیگه، اینجوری میاد پایین 20 30 40 50، حالا برمیگرده پایین. حالا بچه چرا این طرف اینجوری ساختن؟ برای اینکه بچه شما بتونی مثلا توی 24 ساعت گذشته ماکسیموم و مینیموم دما رو مشخص کنی. شما اگه یه دماسنج معمولی داشته باشه باید چه جلوش وایستی که با تا کجا رفت تا کجا برگشت، این بچه میشه 20 30 35 40 42، دیگه از دما بیشتر از 42 نمیره. بعد وقتی برمیگرده پایین اینجا یه نشانه گذاشتم بچه، این نشانه اون بالا گیر میکنه میمونه. مثلا اینجا بالاترین دما 25ه، یعنی تو این منطقه دما تا 25 درجه رفته بالا دیگه برگشته پایین. حالا برمیگرده پایین بچه، این طرفه میره بالا، مثلا تا 6 درجه میره دما میاد پایین، بعد برمیگرده. این 6 درجه و 25 درجه چی میشه؟ حداکثر و حداقل دما تو 24 ساعت گذشته است، که اینجا چند گذشته؟ 12 گذشته. خب بچه، قبل که انبساط طولی رو بگیم، بریم راجع به دماسنج ها صحبت بکنیم. بچه تبدیل واحد دماها، اینجا گفته که با توجه به رابطه فلان فلان جاخای رو مشخص کنیم. من میخوام درجه سلسیوس رو به فارنهایت فاید تبدیل کنم. بچه اف من برابر با چقدر بود؟ اف من برابر با چقدره؟ 9/5 تتا به اضافه 32. خب بچه این برای من چقدره؟ 1.8 میشه 180 به اضافه 32 میشه 212. درسته یا نه؟ گفته 0 درجه سلسیوس چند کلوینه؟ خب بچه اینو دیگه خودت میدونی، تی برابر با تتا به اضافه 273. به جای تتا 0 بذاری، اگه تتای من 0 باشه تی چقدره؟ 273. 0 درجه سلسیوس چند فارنهایته؟ اف برابر با چقدر بود؟ 9/5 تتا به اضافه 32. اینو رو اینجا نوشتم که تو ذهنت دیگه بمونه، چون میدونم تو تر برای قسمت بعدی که میخوای کنکور بده اینا رو دیگه انقدر تکرار کرده باشی. بچه من به شما میگم که همیشه هم تو کلاس گفتم، شما مطالب رو یاد میگیری ولی باید اینها تبدیل به مهارت بشه. بعضی از بچه ها فیلم رو نگاه میکنن میگن خب یاد گرفتم تمام شدم. نه ولی نه بچه ها، برای حل مسئله باید یه کمی تمرین کنی. حالا من این تمرین تو اینجا انجام میدم که دو سه تا بنویسی دیگه تو ذهنت حک بشه، دیگه سریع انجام بدی، دیگه فکر نکنی. سر جلسه امتحان بچه ها فرصت آزمون و خطا نیست. کلوین 315. بچه پس اینو چی گرفته؟ پس تی مساوی با تتا به اضافه 273 و 15 گرفته. وقتی اینجوری بنداره یعنی مقدار دقیق و واقعیشو گرفته. خب ما هم همونو میگیریم. این میشه چقدر؟ 300. بچه اگه به جای تی چی بذارم؟ به جای تی بذارم 300 ممیز 15، این میاد این و بچه تتا برابر میشه با 27 درجه سلسیوس. بچه حواست باشه کل اینو حفظش کن. آقا 27 درجه سلسیوس برابر با 300 کلوینه. چون مبنای سوال شما بچه این هفته همیشه توش هست، بخصوص توی کنکور یا توی امتحان که ماشین حساب نداری میخواد جواب روند باشه و سریع جواب بدی. من دیگه 27 تو ذهنم مونده، 27 درجه سلسیوس 300 کلوینه. خب بچه 37 میشه 310. 10 تا به این اضافه میکنم، 10 تا به این، من این 27 دیگه 300 میبینم. مثلا وقتی من میگه 57، نمیام 57 رو به اضافه 273 کنم. بچه ها 30 کمی سخته، 57 30 تا از 27 بیشتره، 30 تا به 300 اضافه کن بشه 330. فهمیدی چی میگم؟ این چقدر کار راحت میشه. 98 فارنهایت. خب بچه ها تتای من شده چقدر؟ 98. این برابر با چقدره؟ 9/5 تتا به اضافه 30. این میاد این ور ازش کم میشه، این اگه ازش کم بشه این بچه چقدر میشه؟ این میشه 68. درسته؟ 68 و
ببخشید 66 میگم یه جا میلنگه. خب این میاد این ور 98 منهای 32 میشه چقدر؟ 66 مساوی با 9 پنجم تتا. قبوله. خب بچه اینو به این ضرب کنم، پس تتای من برابر با 330 تقسیم بر 9. تقسیم میکنی هرچی به دست اومد. پس 98 درجه فارنهایت چند درجه سلسیوسه؟ این منهای این درست نوشتیم 66، 9 پنجم این به این میشه 330، 330 تقسیم بر 9. کاملا درست. اوکی شو. 400 کلوین چند سلسیوسه؟ بچه 400 کلوین برابر با تتای به اضافه 273. منو نگاه کن، من گفتم 27 من 300ه، خب 100 تا بهش اضافه کن، پس تتای من میشه 127. دیگه نگم 2400 منهای 273 کنم. خب 392 فارنهایت چند کلوینه؟ خب بچه شما این اول به سلسیوس تبدیلش میکنی، 392 فارنهایت برابر با 9 پنجم تتا به اضافه 32، این ازش کم میشه، میشه 9 پنجم تتا مساوی با چقدر؟ 360. اوکیه؟ 360 طرفین رو به 9 ساده میکنی میشه 40، پس تتا واسط میشه چقدر؟ 200. قبوله؟ خب اینو با این زدم شد 40، بله میشه 200. حالا می نویسی 200 به اضافه 273 میشه چقدر؟ 473. این هم از این 473. صفر درجه فارنهایت بچه چند کلوینه؟ خب صفر درجه فارنهایت صفر مساوی با 9 پنجم تتا به اضافه 32، به اضافه 32 این میاد این ور میشه منفی 32 مساوی با 9 پنجم تتا. قبوله؟ خب این به این ضرب بشه میشه چقدر؟ 160. تتای من میشه منفی 150 منفی 160 تقسیم بر 9. حالا بچه این تتایی که به دست آوردی، هر چی به دست آوردی منفی 169 به اضافه 273 کن. آره دیگه کلوین خواسته، تا بر حسب کلوین به دست بیاد واسد. اوکی شد، چیز خاصی نداره، ضرب و تقسیمش هم گفتم جلسه قبل، دیگه گردن خود. حالا بیام اینجا گفته درستی یا نادرستی. بچه سوالاتی رو واسه آوردم که پرتکرار بوده و حجم زیاد، یعنی به خدا کسی اینو نگاه کنه حتما و حتما باید سوالات گرما رو 100% بتونه بزنه. ببین چقدر تبدیل واحد واسه تبدیل در واسه آوردم، چقدر جا خالی اینجا واسه نوشتم، یه جزوه کامل داشته باشی. اون مطالبی هم که مثلا ممکنه تعریف و اینا این ور اون ور باشه، تو صحیح غلط و جا خالی واسه آوردم که واسه تکرار بشه. دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی رو مشخص میکنه، کاملا درسته. برای اندازه گیری دما مقیاس دمایی لازم نیست. مگه میشه؟ ما مقیاس لازم داریم. مشخصه قابل اندازه گیری که با گرمی و سردی جسم تعریف میکنه، کمیت دماسنجی، بله کمیت دماسنجی. شما مثلا ذوب یخت و اینا، بچه اینا کمیت های دماسنجی هستن. همه دماسنجا کمیت دماسنج ندارن. بچه این غلطه. شما برای اینکه درجه بندی کنی احتیاج به کمیت دماسنجی داری. اگر کمیت دماسنجی نداشته باشی درجه بندی نمیتونی بکنی. تغییر کمیت اساس کار دماسنج هاست. بله در دماسنجای جیوه و الکلی کمیت دماسنج ارتفاع مایه. بچه ارتفاع مایه هم میگن، بهش چی میگن؟ حجم مایه هم بهش میگن، حجم مایه یا ارتفاع. وقتی حجم زیاد میشه ارتفاع زیاد میشه، حجم کم میشه ارتفاع هم کم میشه. آب ماده ای که میتونه استفاده کرد؟ نه. چرا نمیشه استفاده کرد؟ بچه آب از 0 تا 4 درجه حجمش کم میشه بعد زیاد میشه. مثلا ممکنه مثلا چا میگم مثلا 5 و 6
یه حجم داشته باشن. پس دماشون رو نمیتونی مشخص بکنی. مقیاس دما بر اساس درجه سلسیوس مبتنی بر دمای یخ و جوش در فشار متعارف کاملا درسته. دمای جوش و دمای یخ زدن آب در فشارهای مختلف متفاوته. بله، واسه این بچه ما میگیم فشار متعارف، یعنی شما وقتی آبو میگی در 100 درجه میجوشه، این سری که واسه آب تعریف کردن آب خالص در فشار یک اتمسفره، نقطه جوش آب خالص در کنار دریاست. مثلا بچه تو تهران آب تو 92 درجه میجوشه، یعنی شما بیای توی خونه هر جا آب جوشید اونجا رو 100 بذاری، خب غلط میشه. خب کمترین دمای مطلق، کمترین دمای ممکن کمتر از 0 کلوین است. بچه ما دیگه 0 کلوین پایین تر نداریم، کمترین دمای ممکن همون 0 کلوینه. ما دیگه کمتر از 0 کلوین نداریم، پیش میگن 0 مطلق یا همون 0 کلوینه. تغییر دما در مقیاس سلسیوس برابر با تغییر دما در کلوینه. این کاملا درسته، گفتم وقتی دما یه درجه اینجا میره بالا، اینجا یه درجه میره بالا. تغییر دما در مقیاس سلسیوس فارنهایت، این غلطه. چرا؟ هر تغییر دمای فارنهایت 1.8 سلسیوس، 9/5 سلسیوس. دماسنجهای معیار برای گستره دمای مختلف عبارتند از بله مقاومت تفسنج، این ستا معیاره. ترموکور دقتی به اندازه سایر دماسنجهای معیار داره؟ نه، از دماسنجهای معیار کمتره، ولی از دماسنجهای جیوه‌ای و الکلی خیلی بیشتره. مزیت ترموکور هم دما شدن سریع محل اتصاله. بله، گفتیم دماسنجهای جیوه‌ای و الکلی بچه ها یه مدت طول میکشه تا به دما برسه. تو کتابت هم گفته وقتی میخوای از دماسنج جیوه و الکلی برای سنجش دما استفاده کنی، این باید 2-3 دقیقه توی آب بمونه، توی محیط بمونه تا مایع داخل دماسنج با مایع بیرون چی بشه؟ همدما بشه. محل اتصال ترموکوب سریع همدما میشه، بسیار محل اتصال ترموکوب سریع همدما میشه چون مقاومت بسیار زیادی داره. خب این غلطه، رفتی به مقاومت نداره. تمام سیم‌های موجود در دماسنج از یک جنس هستن، اینم غلطه، گفتن دو تا فلز غیر هم جنس باید باشه. بچه مثلا من اینو تو جزوه نیاوردم ولی توی سوال، این برای انبساط دیگه، بریم انبساط رو بگیم. بله، بیایم برای این قسمت بریم واسه چیز انبساط. کجا بودیم؟ اینجا انبساط. آکی، انبساط اتفاق میفته. اصلا چرا انبساط اتفاق میفته؟ خب کی انبساط اتفاق میفته؟ دما میره بالا. چرا انبساط اتفاق میفته؟ بچه نگاه کنیم، من وقتی میگم درس رو میخونم، نخونم که مثلا دلتا مثلا الک آلفا دلتا تتا، یه چراهایی واسه خودم مطرح میکنم. اون چراهایی که واسه خودم مطرح میکنم میشینم به اونا جواب میدم، این تو ذهن من راحت میشینه تا آخر عمرم یادم نمیره. ما یه انبساط داریم. انبساط چه اتفاق میفته؟ خب دمای جسم میره بالا. چرا اتفاق میفته؟ ما گفتیم وقتی دمای جسم میبریم بالا، اون بالا بهت گفته بودم جنبش ذرات چی میشه؟ زیاد میشه. وقتی جنبش ذرات زیاد میشه، فاصله بین مولکول ها افزایش پیدا میکنه. بچه خود مولکول بزرگ نمیشه، فاصله مولکول ها زیاد میشه، ابعاد جسم زیاد میشه. تمام. خب پس وقتی اون بالا بهت گفتم تعریف اصلی دما این تو ذهنت باشه که جنبش ذراته، چون همه جا ما از این تعریف استفاده میکنیم، از همین مفهوم استفاده میکنیم. آقا ما باید مفهوم‌ها رو بلد باشیم. وقتی میخوایم یک سوالی که به من میدن و درست و صحیح جواب بدم، چه تشریحی چه تستی واسه من فرق نکنه، باید مفاهیمه. من همیشه تبلیغ کار خودم مفهومی درست دادنه که جوابم میگیریم. وقتی دانش آموز من تو کنکور فیزیکو 100 میزنه، وقتی من میگم که آقا پارسال درست 100 نداشتیم، ولی 6 نفر از دانش آموزا بالای 90 زدن، دوتاشون فقط یه دونه سوال نزدن، اون دوتایی بچه یه مثلا یه نزده،
یه غلط درسته، اینجوری زدن، یعنی دو تا نقل نتونستن بزنن، اوکی شد. خب آقای محترم، انبساط طولی، ما وقتی یک جسم رو گرم میکنیم، کلا بزنم بگم که ما چند نوع انبساط داریم. ما سه نوع انبساط داریم: طولی، سطحی، حجمی. طولی برای میله است یه بوده، سطحی واسه صفحه است دو بوده، حجم سه بوده: طول، عرض، ارتفاع. انبساط طولی میخوای بنویسی میشه تغییر طول، میشه L1 آلفا دلتا دتا. آقا همه این سوالا چیه؟ همه این سوالا چه طولی باشه، چه سطحی باشه، چه حجمی باشه، میزان تغییرات، می چکا میکنی مقدار اولیه رو ضرب در ضریب، ضرب در تغییر دوام میکنی. تغییر طول میشه طول اولیه آلفا دلتا تتا، تغییر سطح A1 A2 آلفا دلتا تتا، تغییر حجم V1. یعنی تو میخوای تغییر حجم رو پیدا کنی، باید حجم اولیه رو ضرب در ضریبش کنی. اگر میخوای سطح پیدا کنی، سطح اولیه رو ضرب در فلان کنی. خب بچه بیایم اینجا، پس تغییر طول میشه دلتا L مساوی با L الفا دلتا دلتا. بچه من همش از این رابطه استفاده میکنم، چون ضرب و تقسیم و محاسبش خیلی راحت تره. بعضی از بچه میگن آقا ما این رابطه رو داشتیم. خب داری، منم میدونم داری، ولی بچه ها ضرب و تقسیم این سخته. چرا؟ چون بچه اینا توان دارن، توانو مثلا شما میخواید 10 به توان منفی 6 رو به 10 به توان مثبت 4 راحت ضرب میکنی. یه پایه مینویسی منفی 6 میشه 2 منفی 2، ولی بچه 10 به توان منفی 6 رو با 10 به توان 4 نمیتونی جمع کنی. دو تا عدد رو وقتی میخوای با هم جمع کنی، باید تواناش یکی باشه. تو میزید 2 ضرب در 10 به توان 4 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 4، 2 تا 10 به توان 4 با 3 تا 10 به توان 4 میشه 5 تا 10 به توان 4. تو نمیتونی 2 ضرب در 10 به توان 4 رو با 3 ضرب در 10 به توان 3 ضرب جمع کنی. میتونی ضرب کنی، من نگاه کن، تو میگی 2 ضرب در 10 به توان 4 ضرب در 3 ضرب در 10 به توان 3، 3 دو تا 6 تا ضرب در 10 به توان 5. تمام. ولی بچه ها وقتی می‌نویسید 2 ضرب در 10 به توان 4 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 3، نمیشه. اینا باید یکی شن. حالا اینجا من عدد راحت گفتم، اینو می‌نویسم 20 ضرب در 10 به توان 3، 3 ضرب در 10 به توان 3، 20 تا 10 به توان 3 با 3 تا 10 به توان 3 میشه 23 تا 10 به توان 3. فهمیدی چی شد؟ واسه هم میگم جمع سخت‌تره، باید هم توان اینا بشه، ولی ضرب و تقسیم اینطور نیست. من واسه این بچه ها، من اول دلتا علمو میپیدایم، پیدایش میکنم، بعد میایم در رابطه چی میذارم؟ این میذارم. دلتا رو پیدا کن، یه عدد به دست بیار، بعد با این جمع کن. نه یه بنویسی L2 مساوی با L1 آلفا دلتا تتا به اضافه L1، یا بنویسی L2 از L1 فاکتور بگیری 1 به اضافه آلفا دلتا تتا در L1. حالا این ور اون ور شد، این کتابت بنویسم L1 1 به اضافه آلفا دلتا. بچه این 1 رو با اینجا، این 1 این چیه؟ توان در تا منفی 3 4 داره. این دوتا رو با هم جمع کردن خودش یه مصیبتیه، بعد به این ضربش کنی. میدونی چی میگم؟ واسه همین شما چیکار کن؟ دلتا ال رو پیدا کن. اگر طول ثانیه رو ازت خواسته، مثلا من دلتا ال حساب میکنم 2 میلیمتر بوده، طول اولیه منم 3 متره، طول ثانیه میشه 3 متر و 2 میلیمتر. اینجوری خیلی بهتر و راحت تره. خب بچه همین کارم برای چی میکنی؟ برای سطح میکنی. دلتا مساوی با L1 دو آلفا دلتا تتا، ضریب مثال سطحی دو برابره. چرا؟ طول یه بعدی، سطح دو برابره. ضریب مثال سطح رو به دادن، حجم ازت خواستن، ضرب در دوش کن بشه دو آلفا. اگر حجم ازت خواستن آلفا رو به داده باشن، سه آلفا بنویسی. دل تغییر حجم میشه حجم اولیه ضرب در 3 آلفا ضرب در دلتا تتا. برای جسم جامد اینو میگن،
ولی بچه برای جسم مایه دیگه طول و سطح نداره، ضریب مساحت حجمی رو مستقیم بهت میده، مایه فقط حجمه، ولی جسم جامد طولی داره، سطحی داره و حجمی داره. دیدگاه مولکولی، بچه نیروی بین مولکولی در جامد های که شبیه فلزاته، درسته؟ هر اتم به مانند یک فنر به اتم دیگه بسته شده. نیروی بین مولکولی تو فصل دو بود دیگه ویژگی های ماده، این کتاب جدید عوض کرده، یادم رفت دو سه کار انرژی و ویژگی ماده جاش عوض شده، یکیش دو یکیش سه، حالا من قاطی میکنم ولی فکر کنم تو کتاب جدید فصل دو ویژگی ماده شده، حالا زیاد مهم نیست. اونجا ما گفتیم که نیروی بین مولکولی نیروی کوتاه برد و جسم رو در فاصله یکسان نگه داشته، وقتی فاصله زیاد میشه جاذبه جمع میکنه، وقتی میخوای رو جمع کنی باز میکنه، یعنی مثل یه فنر خیلی سفت عمل میکنه که نمیذاره فاصله تغییری بکنه. وقتی ما دما رو زیاد میکنیم دامنه نوسان زیاد میشه، فاصله بین مولکول‌ها زیاد میشه و ابعاد جسم زیاد میشه. در انبساط بچه تمام نقاط جسم از هم دور میشه. معذرت میخوام. خب تمام ابعاد جسم بچه از هم چی میشه؟ دور میشه. به عنوان مثال نگاه کن، شما یک فلز صفحه رو اومدی بچه چیکار کردی؟ گرم کردی. وقتی این صفحه رو گرم میکنی، خب بعضی از بچه ها میگن که خب توی صفحه من دوتا سوراخ ایجاد کردم. بعضی از بچه ها میگن وقتی من صفحه رو گرم میکنم خب سوراخ ها بزرگ میشه، سوراخ ها بزرگ میشه، فاصله تا سوراخ اصلا کم میشه. یکی میگه نه سوراخی هیچی توش نیست، من وقتی گرم میکنم این فلز بزرگ میشه، وقتی این فلز بزرگ میشه سوراخ ها کوچیک میشن، فلز از این ور بزرگ میشه از این ور هم کوچیک میشه، سوراخ ها چی میشن؟ کوچیک میشن. و این نه بچه، این نیست. شما وقتی یک جسمی رو گرم میکنی توش حفره باشه سوراخ باشه هر چی باشه، تمام از جسم ابعادش با هم بزرگ میشه، یعنی من وقتی این صفحه رو بزرگ میکنم طولش زیاد میشه، عرضش زیاد میشه، این سوراخ ها بزرگ میشن، فاصله سوراخ ها از هم زیاد میشه. میگه آقا مگه میشه وقتی این سوراخ بزرگ میشه باید فاصله ها کم بشه؟ نه. یه مثال خیلی ساده واسط بزنم، شما روی یه بادکنک برای تمرین با خودکار بنویس تولد، حالا تولدت مبارک و کامل، من جدی جا نمیشه، بعد این بادکنک رو بادش کن. بچه شما وقتی این بادکنک رو باد میکنی نگاه کن، این میشه نوشته هات زخیم میشه و همه ابعاد، نگاه کن همه این ابعاد به این صورت بزرگ میشه، نوشته زخیم میشه، سوراخ ها بزرگ میشن، فاصله اصلا همه چی با هم بزرگ میشه. امتحان کن اون موقع درکش میکنی چیه. بعضی از بچه میگه آقا مگه میشه این ور وقتی بزرگ میشه؟ اون بر طبقات عادی من فاصله ما از این ور وقتی زیاد میکنم فاصله از این ور کم میشه، و اینو در نظر نمیگیری این دیوار هم دارن بزرگ میشن. خب پس این نکته خیلی مهمه، تمام ابعاد بزرگ میشن. اگر روی یک صفحه سوراخ ایجاد کنی با انبساط دهانه سوراخ نیز باز میشه، افزایش حرکت کاتوله دهان اتم های مولکول در اثر افزایش دما باعث بزرگ شدن جسمت میشه، ضریب انبساط حجمیت هم که بچه‌ها به این صورت برای مایه، درسته؟ برای جسم جامد 3 آلفا دلتا تاست، برای مایه دیگه 3 آلفا نداری، خود بتا ضریب انبساط حجمیت رو میذاری. شما وقتی یک مایه رو میخوای گرم کنی، یک جسم جامد وقتی میخوای گرم کنی، اونو مستمر رو شعله گذاشتی، جسم گرم میشه، طول و سطح و حجمش با هم افزایش پیدا میکنه. ولی اگر یه مایه رو میخوای گرم کنی، بچه یه مایه، این مایه رو کجا ریختی؟ داخل ظرف ریختی، اوکی شد؟ خب بچه شما وقتی این ظرف رو زیرش رو شعله گذاشتی و این ظرفت رو گرم میکنی، این ظرفت هم بزرگ میشه، مقداری از مایه میاد اینجا که ما اینو نمیبینیم، خب بچه این انقدر انبساط جسم جامد کمه و ما ندیدیم، برامون جای سواله. همین پنجشنبه
توی یکی از شهرستانا حمل دست دادم، یکی از بچه گفت مگه ظرف هم بزرگ میشه؟ این اصلا بزرگ شدن ظرف چون انقدر ندیده واسهش جا علامت سوال بود. دقیقا همین پنجشنبه گذشته بود. فقط دیده که وقتی شما مثلا توی کتری آب میریزی زیاد میکنی میجوشه، آب از کتری میریزه بیرون. ایشون فقط اینو دیده، اینو دیده مایه میاد اگه ظرف کوچیک باشه میریزه بیرون یا نه. اینو بچه بهش چی میگن؟ اینو بهش میگن انبساط ظاهری یا همون سرریز شده. اونی که شما میبینی بهش میگن انبساط ظاهری. یه دونم انبساط ظرف داری بچه، مثلا شما اینجا میبینی 10 cc حجم مایه اضافه شده، در اصل یه 2 cc، یه 1 cc هم ظرفت بزرگ شده بوده، بزرگ شده بوده. پس انبساط واقعی مایه 2 cc اینجا رفته، 10 cc اینجا رفته، انبساط واقعی مایه میشه 12 cc. فهمیدی چی شد؟ 12 تا اینه، 2 تا اینه، 10 تا اینه. پس هر وقت راجع به مایه صحبت کرد و انبساط ظرف رو بهت داد، این نکتهش تو ذهنت باشه. انبساط مایه یه ظاهری داریم یه واقعی داریم. ظاهری اونو که میبینی، مثلا شما مایه ظرف از مایه سرریز کن، ببخشید لبریزش کن، وقتی گرمش میکنی مقداری از مایه میریزه بیرون میشه سرریز. اونی که سرریز شده ریخته بیرون انبساط ظاهری است، اوکی، همین قرمز است. یه مقدارش هم رفته تو ظرف، ظرفت بزرگ شده اونجا خودشو مخفی کردی که ما نمیبینیمش، اوکی شد. انبساط غیر عادی آب هم که بهت گفتم، آب از 0 درجه 4 درجه تا 4 درجه حجمش کم میشه، بعد چی میشه؟ زیاد میشه. اینو تو فصل 1 هم گفته بودم، وقتی حجم آب کم میشه چگالیش زیاد میشه. آب 4 درجه کمترین حجم و آب 4 درجه بیشترین چگالی رو داره، سنگین ترین آب ما آب 4 درجه است. خب که راجب اینا بچه صحبت کردیم، اگه یه باشه تو اونجا هم گفتم آب 4 درجه بچه چون سنگین ترین آبه، شما وقتی که یک آبی رو توی یخچال میذاری، اصلا بری قطب شمال، آب 0 درجه 1 درجه 2 درجه 4 درجه بچه، آب 4 درجه سنگین انزی میمونه، آب 0 درجه روه اگه ازش گرما بگیرم یخ میزنه. آب تنها مایه‌ایه که از رو تبدیل به جامد میشه، یعنی منجمد میشه. تمام مایعات قسمت سردشون میره پایین، از پایین یخ میزنه. آب تنها مایه‌ای که از بالا یخ میزنه. بچه دلیلش هم که به همین دلیل که شما مثلا قطب شمال دید دما به منفی 40 درجه رسیده، این یخه هی کلوفتر میشه، هی عایقش بیشتر میشه، ولی کل آب یخ نمیزنه. اگر آب از زیر یخ میزد بچه، وقتی توی قطب تمام آبهای اقیانوس یخ زده بود، یه موجود زنده زنده نمیتونست بمونه. خب بچه تا سر گرما بریم مثال این قسمت رو حل کنیم، برگردیم برای گرما. خب ما انبساط گفتیم، انبساط میزان انبساط، یه بار دیگه از اول میخوام توضیح بدم، یعنی وقت تو این فیلمو نگاه میکنی یعنی دیگه فهمیدی چه خبره. انبساط ما بچه ها میشه دلتا ال مساوی با ال یک آلفا دلتا تتا. به طول اولیه بستگی داره، به آلفا جنس بستگی داره و تغییر دما. هرچه طول اولیه آلفا و تغییر دما بیشتر باشه، ال یک آلفا و تغییر دما بیشتر باشه، تغییر طول ما چیه؟ بیشتره. ما وقتی دوتا فلز غیر همجنس رو به هم دیگه پرچ میکنیم، میچسبونیم، وقتی اینو وقتی گرم میکنیم بچه، یکی از میله ها چیه؟ انبساطش بیشتره. اونی که یکی چیه؟ کمتره. فلزات مختلف ضریب انبساطی یکسانی ندارن. بچه اونی که اینجوری چسبونیم گرمش میکنیم، اونی که طولش بیشتر اضافه میشه اینو چیکار میکنه؟ خم میکنه. پس تو دمای زیاد اونی که روه ضریب انبساطش بیشتره. حالا وقتی سردش میکنی، همون چی بچه، تغییر توی دادن گرما، دماش زیاد طولش زیاد افزایش پیدا میکنه، توی کاهش دمام طولش زیاد کاهش پیدا میکنه، میره تو این شکلیه. این برای جسم دمای پایینه، این برای دمای بالاست. بالایی یادت باشه ضریب دماییش بیشتره،
ضریب انبساطش بیشتره. وقتی گرمش میکنی زیاد گرم میشه، اینو هول میده پایین. وقتی سردش میکنی زیاد طولش کم میشه، اینجوری میشه. پس اون جسمی که ضریب انبساطش بالاست در دماهای گرم بیرون، در دماهای بالا، و در دماهای پایین تو قرار میگیره. بنویس یادت باشه. حالا گفته در شکل روبرو کاهش دما. بچه کاهش دما بوده، پس کاهش دما بوده، اونو که ضریب انبساطش بیشتره کجا قرار میگیره؟ اینجا. این برای من بشه آلفا یک، این برای من بشه آلفا دو. درسته؟ آلفا دو بیشتر است، کاهش دما بود دیگه. آره کاهش دما است. آلفا دو بیشتر از آلفا یکه. اوکی شد؟ حالا میگه بچه اگر فلز رو گرم کنم چی میشه؟ میشه بالا. بچه اینجا برنج و فولا اینا رو تو امتحان بهت میدم، ولی اونجور که من یادمه برنج ضریب انبساطش چیه؟ بیشتره. این میشه واسط برنج، این میشه چی؟ فولاد. خب برای نوارهای گرم وقتی گرم کنیم، وقتی گرم کنیم شکل برعکس میشه، میره بالا. یک بزرگ راه بچه از پوشش های بوتونی تشکیل شده. طول اولیش 25ه، در دمای 10 درجه بهت اینو بهت داده. برای جلوگیری از تاب برداشتن بوتون در 50 درجه سلسیوس چه فاصله بین اونا باید باشه؟ آقا نگاه کنید، شما این ساب بوتونا رو کنار هم دیگه گذاشتی به این صورت. خب این در دمای 10 درجه یه فاصله بین اینا میذارن که وقتی بچه این گرم میشه، وقتی منبسط میشه میاد بهش برسه. وقتی بهش برسه، فقط دیگه بهش برسه دیگه، من اگه فاصله کم گذاشته باشم اینا به هم دیگه میرسه، من دیگه چیکار میکنم؟ فشار میدم و کج میشه. برای جلوگیری از کج شدن باید چیکار کنی؟ فاصله رو باید طوری تنظیم کنی که وقتی 50 درجه میرسه یا به هم هنوز نرسیده باشن، یا اگه میرسن دقیقا همونجا رو پر کنه. خب چه فاصله؟ بچه دلتا ال منو باید پیدا کنم. دلتا ال برابر با ال یک آلفا دلتا تتا. ال یک چقدره؟ 25. آلفا چقدر بود؟ 14 ضرب در 10 تا منفی 6. چقدر تغییر دما میخواد در نظر بگیره؟ چه؟ این مهندس میگه آقا این جایی که من این پولو ساختم دماش به 50 درجه بیشتر نخواهد رسید، که تو ایران همینه دیگه، دیگه دما خیلی کم میتونه به 50 درجه برسه یا بیشتر بشه. خب 40 ضرب در 25، 4 ضرب در 25 میشه 100، 4 ضرب در 25 میشه 1000، این میشه 14 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر، که میشه چقدر؟ 14 میلی متر. پس فاصله اینا باید بچه اصلا 14 میلی متر باش. در یک روز گرم تابستانی تانکر حامل سوخت جا میگیره، هوا در محل تحویل سوخت بچه چقدر؟ 20 درجه، سردتر از محل جایی که بار زده شده. راننده چند لیتر تحویل میده؟ خب بچه اینو توی منطقه گرم بنزین رو پول کرده، بعد اومده توی منطقه که هواش سردتره، خب حجم بنزین کم میشه. ما میخوایم ببینیم که اونجا که بار زده وقتی میاد اینجا بنزین تحویل بده چقدر بنزین رو کمتر تحویل میده. خب دلتا وی رو پیدا میکنم، میشه وی یک بتا دلتا تتا. وی یک ما چقدره؟ 30000. 3 ضرب در 10 به توان 4. بتا من چقدره؟ 12.5 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب دمای هوا بچه چقدره؟ 20 درجه سردتره. باشیم بچه این تتایی که تمرین تغییر دمات دیگه، اونجا که زده اومده اینجا بنزین رو خارج کرده 20 درجه کمتره. ضرب داره چی میکنی؟ 20 میکنی. 2 ضرب داره 12.5 میشه 25. 25 ضرب داره 3 میشه 75. 75 یه دهریه صفر به این اضافه میشه، میشه 10 به توان 5، میشه 7500. آقا 7500 تا به لیتر کمتر میشه.
اوکی شد. اون 3 ضرب در درب توان منفی 3 درست 30,000 لیتر. بچه 7500 تا 7500 تا کاهش پیدا میکنه. حالا بگه چقدر تحویل میده؟ خب 30,000 رو منهای 7500 میکنی میشه 22,500 لیتر تحویل میده. یکی از بچه میگه آقا چرا به متر مکعب تبدیل نکردی؟ اینو چندین و چندین بار گفتم اگر دو طرف عین هم باشن، این ور وی داری این ورم وی داری، احتیاج به تبدیل نیست. این ور متر داری این ورم متر داری، احتیاج به تبدیل نیست، چون اگه برای برس به لیتر میذاری اینم برس به لیتر به دست میاد. اوکی شد؟ حالا اصلا گفته بود چند متر مکعب برای متر مکعب تبدیل میکردی. 2 میله برنج و سربه طول 2 دمای اتاق در اختیار داریم. این میله ها رو گرم میکنیم، در چه دمای اختلاف این دو برابر 1 میلیمتر میشه؟ خب بچه نگاه کنی، 2 میلیمتر شما داری، این 2 متر، این 1 میله منم چقدره؟ این 1 میله منم 2 متر. اینا بچه با هم برابره، اینم چقدره؟ 2 متر. اوکی شد؟ خب شما بچه اینه گرمش میکنی، وقتی گرم میکنی یه مقدار به این اضافه میشه، خب یه مقدارم به این 1 اضافه میشه. خب مشخصه 1 بیشتر از اون 1 اضافه میشه. چرا؟ چون انبساط ها با هم برابر نیستن. آقا گفته که اختلاف این دو برابر با چقدر بشه؟ 1 میلیمتر. من میخوام اینجا چقدر بشه؟ 1 میلیمتر بشه. بچه پس اینجا من تغییر طولا رو پیدا میکنم، تغییر طول سر رو بگیرم 1، چون ضریب دمایش بیشتره، برنج ضریب دمایش چیه؟ کمتره. درسته بچه؟ اینجا چی مینویسی؟ مینویسی تغییر طول سر منهای تغییر طول برنج باید چقدر بشه؟ 1 میلیمتر بشه. خب اینا روابطی که مینویسی، مینویسی L1، α1، دلتا تتاشون که با هم برابره، میشه L2، α2، دلتا تتا برابره باید چی بشه؟ 1 بشه. آقا L1 هاشون هم که با هم چی بودن؟ برابر بودن. تغییر دماشون هم که با هم برابره، L1 دلتا تتا رو مینویسم A1 منهای α2 مساوی با 1 میلیمتر. تمام شد. اوکی شد. حالا بچه نگاه کنید، سمت راست من تغییر تو رو به حسب چی بهت داده؟ میلیمتر. بر حسب میلیمتر طول اولی چقدره؟ متر. پس این دوتا باید 1 بشه، این ور میلیمتر، این ورم باید بنویسم میلیمتر. پس طول اولی رو دیگه متر قرار نمیدم، یه اونو تبدیل کن یا اینو، گازم میگم فرق نمیکنه. و اینو تبدیل میکنم، 2 متر میشه 2 ضرب در 10 به توان 3 میلیمتر. ضرب داره چقدر تغییر دما داری؟ خب اینو که نمیخوام حساب کنه، درسته؟ تغییر دمامو میخوام حساب کنم، آلفامو، آلفا رو باید اصلا کم کنیم. بچه 29 منهای 19 میشه 10، ضرب داره 10 به توان منفی 6 میخوای بشه چقدر؟ 1 میلیمتر. این میشه 10 به توان منفی 5، به این ضرب میشه، میشه 10 به توان منفی 2. پس دلتا تتای من 1 برابر با بچه 2 ضرب در 10 به توان منفی 2. اینو به این تقسیم کنم 100 دوم میشه 50. خب 50 درجه باید دما تغییر کنه. خب دمای اول رو کلوین داده، اینم کلوین، و من میدونم که تغییر کلوین و سیلسیوس با هم برابره. پس 50 درجه باید دما رو زیاد کنم تا اختلاف طول این دو تا میله 1 میلیمتر بشه. خب گفته در چه دمای 50 هم بچه اگه آزمون باشه دقیقا 50 تو گزینه هست میزنی میشه غلط. در چه دمای؟ پس دمای ثانویه رو از من خواسته، میشه 20 به اضافه 50 میشه 70. بر اساس که سیلسیوس هم داده میشه سیلسیوس. من اینجا تی دیدم گفتم شاید کلوین نوشته، همون سیلسیوس، فرقی نمیکنه. خب اوکی شد. در یک پل معلق حدود 1500 متر طول پل معلق، طول پل همون از دست پخش زنده،
طول پل، طول پل 1500 متر از جنس فولاد ساخته شده. خب میزان تغییر طول پل در روزهای گرم با دمای این و روزهای سرد با دمای این بچه چقدر؟ خب بچه نگاه کنی این دوتا رو باید از هم کم کنیم. میزان تغییر طول در روزهای گرم تابستان و روزهای سرد. خب چقدر اختلاف دما داره؟ 60 درجه. اینا دیگه بچه ها مشخص هم میشه L1 آلفا دلتا تتا. ضرب و تقسیمش رو دیگه میخوای انجام ندم دیگه، خودت انجام بده، کمی سریع تر تمامش کنی. 12 ضرب در تا منفی 6، فقط حواست باشه از دمای 40 تا منفی 20 چقدر اختلاف دما داری؟ 60 درجه اختلاف دما داری. اوکی شو. 6 ضرب در 5 15 میشه 90. 90 ضرب در 12 کنی میشه 108. 1 0 2 0 3 0 هم که اینجا داری، خب یه دونم 90 اونجا داشتی، درسته؟ 4 تا 0 اونجا داری، میشه 10 به توان منفی 2. بچه ها دو، حالا بازم خودت انجام بده. دلتا 6 ضرب در 15 میشه 90. 1 0 میشه 4 تا 0 میشه 9. 9 ضرب در 12 میشه 108. بله، حالا 4 تا 0 هم با اون گرم. این میشه تغییر طولش. بچه اینو بر حسب چی گذاشتیم؟ حواست باشه اینو فقط بذار بگم. اینو بر حسب متر گذاشتیم. اینم بر حسب چی به دست میاد؟ بر حسب متر به دست میاد. یعنی 1.8 سانتیمتر به طول این پل اضافه میشه. حالا سانتیمتر خواسته، میلیمتر خواسته، دیگه خودمون انجام میدیم. چیز خاصی نداره. هی بچه همون متر دیگه، ضرب در 100 میکنم میشه 108. این متر 1.8 متر. اوکی شد. خب گفته که فرض کنید درون یک ورقه فولادی حفره دایره ایجاد کردیم. قطر این حفره، قطرش رو بهت داده 1 سانتی متر. دمای این ورقه را تا 150 درجه افزایش مساحت خواسته. افزایش مساحت از من خواسته. خب بچه یه راهش شما آیک رو پیدا کنی بعد اون رو مشخص کنی. خب بچه آیکت برابر با چقدره؟ مگه پی آر دو نیست؟ خب پیرم گفته چی بگیر؟ 3 بگیر. اینم که 1 سانتی متره. بچه 1 سانتی متر میشه 0.5 سانتی. مگه قطرش 1 سانتی متر نیست؟ پس شواش میشه 1/2. 1/2 به تاندو میشه چقدر؟ 1/4. دیگه همون چی بنویسیم؟ چون از من 1 نخواسته، درسته بچه ها؟ باش کنه. پس میشه این مساحت اولیه من. دلتا ال من، دلتا آی من برابر با آ1. بچه ها فقط حواست باشه 2 آلفا، اینو دقت کنی ها، 2 آلفاست. اینجا آلفا بهت داده، وقتی مساحت مینویسی باید 2 آلفا بنویسی. خب آیکت که چقدره؟ 3/4. یادم باشه برس به سانتیمتر نوشتم، اگر تبدیل واحد توی گزینه مثلا متر باشه، میلیمتر باشه، تبدیل واحد بکنه. این میشه 3/4. ضرب در 2 ضرب در 12 ضرب در 10 تا منفی 6. ضرب در چقدر؟ 150 درجه بالا میبینیم، یعنی همون تغییر دماش چقدره؟ 150. خب بچه این با این ساده میشه، میشه 3 3 تا 9 تا 9 ضرب در 300 میشه چقدر؟ 2700. ضرب در 10 به توان منفی 4 سانتیمتر مربع. این افزایش مساحتش. 1 میله فولادی از دمای 100 به 200 رسوندیم. شاهد انقدر تغییر طولی. طول اولی میله چقدر؟ خب بچه دلتا ال مساوی با ال یک آلفا دلتا. بچه بعضی از بچه تو ضریب انبساط چون مشکل زیاد دارم، من مثالاشو خیلی زیاد واسط آوردم، انواع مختلف. بچه به خدا دیگه خارج از این به شما سوال نمیده، طول اولیه میخواد. من تو مثالای قبلی اول جاگذاری کردم، بعد طرف وستن کردم، حالا میام آها یکی میخواد این کارو کنه، مگه طول اولیه از من نمیخواد؟ اینو اینور تساوی نگه دار، بقیهشو بنداز اونور. دلتا ال که همونور بود بهش دست نمیزنم،
اینا این ور ضربه میرن اون ور میشه تقسیم. جلسه قبل گفتم بعضی از بچه ها اون بعضی که نمیتونم بگم ببخشید میگم خیلی از بچه ها متاسفانه ضرب و تقسیم خوب یاد نگرفتن، دو سال آنلاین بودن، طرف اینوستن کردن بلند نیستن، بعد میان اینجا به آخر سوال نمیتونن برسن میگن فیزیک سخته. خواهشن این طرف اینوستن کردن ضرب و تقسیم ها رو یاد بگیر. حالا من جلسه قبل و جلسات قبل خیلی ساده واسط بیان کردن دیگه، با اون کاری که معلم ریاضیت میگه مخرج یک به ذات طرف این وسط این کن دورترون کاری نداره. من میگم آقا اونی که میخوای پیدا کنی رو اون ور نگه دار، بقیهش رو بنداز اون ور، بقیهش که میبری اون ور، اگر جمع به تفریق، اگر تفریق به جمع و ضرب و تقسیم هم به هم تبدیل میشه. آلفا دلتا تتا این ور ضربه، اون ور میشه تقسیم، این ور تو صورته، اون ور میره تو مخرج. خب تغییر طول من چی بوده؟ 6 میلیمتر. آلفای من چقدره؟ 12 ضرب در 10 تا منفی 6. دما چقدر تغییر کرده؟ از 100 به 200، 100 تا تغییر کرده. خب این دو تا با هم میره میشه چقدر؟ 1/2. 100 با منفی 6 منفی 4 میره بالا، مثبت 4. میتونی اینو ساده کنی بنویسی، 1/10 ازش برداری، 5 ضرب در 10 به توان 3. آقا حواست باشه برسب چی به دست آوردم؟ میلیمتر. چرا؟ چون برسب میلیمتر گذاشته بودم. حالا یکی تو امتحان ممکن ازت متر بخواد، خب سری بنویس 5 متر بود. طول اولی میله 5 متره، فقط این تبدیل واحدها تو ذهنت باشه. 1 میله مسی به طول 1 متر چقدر افزایش بدیم؟ آه 0.5%. آقا نگاه کن، از اون سوالات پر تکرار کنکورته. چرا بچه ما گفتیم که توی کنکور درست سوال زیاد میدن، حالا ممکنه بعضی ما هم سخت باشه، ولی بچه سوالات کنکور سخت هم باشه مفهومی هم باشه طوری به سوال میده که آقا مثل این دیگه خودتو 2 ساعت درگیر انجام محاسبات نکنی. اوکیه؟ پس یه همچی سوالاتی بهت میده که محاسباتش کمتر باشه. مثلا بچه تجربی وقتی میخوان 30 تا سوالاتو 30 دقیقه بزنن باید بتونن 60% سوالاتو ذهنی جواب بدن، محاسبه انجام ندن تا بتونم به بقیه سوالاتم برسم. خب آقا چند درصد؟ منو نگاه کن، اینو داشته باش، دلتا ال مساوی با ال یک آلفا دلتا تتا. وقتی از من درس تغییراتو میخواد همه بچه ها معلم ریاضیشونم بهشون گفته درصد تغییرات اینجوری به دست میاد، میزان تغییرات در مقدار اولیه ضرب در 100 میکنی میشه درصد تغییرات. وقتی از من درصد تغییرات طول خواسته پس میشه دلتا ال به ال یک. آقا دیگه با اینا کاری ندارم، ال یک اینا چقدر بوده؟ دلتا ال به ال یک برابر با آلفا دلتا تتاست. به همین راحتی من اینو بلد بودم، من میدونستم برای محاسبه درصد تغییرات باید میزان تغییرات رو به مقدار اولیه تقسیم کنه. خب بچه دیگه بقیهش مشخصه، گفته که 0.5% افزایش پیدا کنه. خب 0.5% افزایش پیدا کنه بچه میشه چقدر؟ 0.5%. اوکیه؟ 0.5%، چون بچه شما ضرب در 100 کرده شده 0.5% دیگه، 100ش رو برداری میشه 0.5%. قبلی چی میگم؟ خب یعنی شما چی داشتی؟ 0.5% داشتی، یعنی با 100 که ضرب کرده شده، ولی دلتا ایکس بگیری با 100 شو برداری میشه این، اینو دقت کن، میشه 0.5% مساوی با طول اولیش چقدر بوده؟ 1 متر بوده. از اینجا تغییر دما به دست میاد. ببخشید طول اولیه که دما رو باید اینجا بذاریم، میگم آخه اینجا چه اشتباه شد، آلفامون رو بذاریم. آلفامون چقدره؟ آلفامون 17 ضرب در 10 به توان منفی 6. از اینجا دلتا تتا به دست میاد. شما میخواید دلتا تتا رو داشته باشی،
خب بچه پس دلتا تتای ما میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 تقسیم بر 17 ضرب در 10 به توان منفی 6. بچه این میشه 5000، درسته، میره بالا، تقسیم بر 17، تقسیم میکنی تا میزان دما به دست بیاد، کاملا درست. حالا اینو میتونست مثلا پی به جه 17 15 بده، عددش چی بشه؟ روندتر و راحتتر باشه. با اون کاری ندارم. عدد آخر اینو میخوام تو ذهنت باشه، درصد تغییرات وقتی ازت میخواد میشه آلفا دلتا تتا، میشه درصد تغییرات طول. اگر درصد تغییرات سطح خواسته بود میشد 2 آلفا دلتا تتا، اگر درصد تغییرات حجم خواسته بود میشه 3 آلفا دلتا تتا. آیا یکی از سوالات کنکور چی بود؟ اگر ما یه جسمی رو گرم میکنیم طولش 1 درصد اضافه میشه، حجمش من نوعی میدونم سری 3 درصد، این آلفا دلتا تتاست، اون 3 آلفا دلتا تتا. درس تغییرات طول اینو میخوای واسه خودت بنویس، من دیگه ننویسم. درس تغییرات سطح 2 برابر طوله، درس تغییرات حجم 3 برابر طوله. حالا واسه امتحان پایان ترمت زیاد مهم نیست اینا، اینا رو میخوام بدونی که آقا ما چقدر مطالب اضافه و نکته اضافی داریم که برای برنامه کنکور اونجا گفتیم و با هم کار خواهیم کرد که اونجا بره یه نتیجه خوب بگیری انشالله. خب بچه این میره کجا؟ تا گرما. ما هم تا کجا درس دیم؟ تا گرما. خب بچه برای امروزمون بسه، پس ما تا سر گرما درس دادیم، جلسه بعد گرما، تعادل گرمایی رو خواهیم گفت. حالا ممکنه اونم دو قسمت بشه، گرما رو بگیم، تعادل گرمایی هم یه قسمت بگیم، حالا ببینیم چه شود. خب بچه ها بازم طبق حرفایی که جلسه قبلا زدم، فیلمو یه بار که نگاه کردی جزوه تو سایت گذاشته شده، جزوه رو دانلود میکنی، سوالا رو یه بار دیگه واسه خودت حل میکنی، بعد اینکه حل کردی تمرینات کتاب یادت نره. اگر نمره بالا میخوای، شبیه این کتاب اینجا هستا، ولی میخوام یه بار سوالات اونجا دیده باشی که دیگه هیچ نقطه تاریکی واسط نمونه. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار. من واسه این کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این کار